برام یاد خدا، سلام، وقت همه بخیر. انشالله که ساعت من دوست در حال باشیم. بیننده دنیای ورزش هستین، سروش هستم. نیم ساعت دعوت میکنم که برنامه رو دنبال بکنیم. قطعا در مورد ورزش کیک بوکسینگ صحبت ها و خبرهایی داشتیم. میخواییم در مورد فعالیت های این ورزش که ضمن که چند سال پسین داشته، در چند ماه اخیر بعد از وضعیت که تغییر کرد، وضعیت سیاسی جدیدی که آمد، چه تحولات چقدر تاثیرگذار بوده و فعالیت هاشون چگونه هست. سرپرست فدراسیون کیک بوکسینگ آقای رقیب از عبدالرقیب عظیمی هوتک در استودیو با ما هستن که بیشتر روی فعالیتشون صحبت بکنیم و دنبال میکنیم موضوعات را که ببینیم که صحبت ها تا کجا و چه قرار است. آقای هوتک سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدید. و علیکم سلام. سلام به همه بیننده ها و ورزش دوستان. خدا کنه که همه تان جور صحتمند باشین. زه هم په خپل وار سره د اریانا تلویزیون غونډو لیدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامه، زه نن ډیر خوشحاله یم چې تاسو موږ ته وخت راکړ چې تر څو د ورزش په برنامه کې د اریانا تلویزیون له لارې خپل وطنوال سره د خپل د ورزش کارونه شریک کړو. بسیار تشکر. اول فکر، چند سال میشه فدراسیون کیک بوکسینګ در افغانستان فعالیت داره؟ په افغانستان کې د کیک بوکس فدراسیون 1980 کال کې ایجاد شو و در طول این چند سال کیگی؟ درست 22 سال میشه. در طول این 22 سالی که شما فعالیت کردین، بچه تعداد ورزشکار دارین؟ من په دغه وخت کې د 22 کال چې فعالیت کړم، من په 9 ولایتو کې نمائندګان لرو. په څنګ کې ورسره 300 کلب په غونډ افغانستان کې من کلبونه لرو چې سر کلب اتنا په افغانستان کې دي او نور په دې ولایتو کې. نو د ورزشکارانو تعداد خو د 15,000 16,000 نه شاید په ټول افغانستان کې د کیک بوکس زیاتی. خوشبختانه چې دا اوس تاسو ګوري په دې نورو سازمانو کې کم مطرح ورزشکاران چې دي، دا ټول د کیک بوکس برکت ده چې د کیک بوکس فدراسیون د لارې د نورو رشتو ته معرفي شوي دي. اول ته ښې راسته راوړنې لري. کیک بوکس چه تفاوت با بوکس داره؟ بوکس خو تنها بوکس ده او کیک بوکس د بوکس و لغت نه منځته راغلی چې کیک بوکس بوکس و لغت ته دواړه پکې کار کیږي. درست، کلا به سر میگذارن. بله. در طول همین 22 سالی که فعالیت کردین، قطعا چون شما تازه در دوره جدید، یعنی تایی چند ماه اخیر سرپرستی گرفتین، اما منظورم ایست که در طول همین چند سال شما قطعا در بدنه همین ورزش بودین، کار کردین در اداره، یا به حیث ورزشکار یا به حیث مربی یا به حیث یک از مسئولان. فدراسیون کیک بوکسینگ چقدر رشد داشته در طول این چند سال؟ په اول وختو کې خو چې کله کیک بوکس فدراسیون د ورزشای رزمی د شطر لاندې کار کوه، چې هغه وخت کې شاروخی رئیس د ورزشای رزمی و، بیا بعد هغې نه بشیر احمد رستمزی چې کله راغی کیک بوکس یې مستقل کړ. چې مستقل کړ هغه وخت کې کیک بوکس ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې او کیک بوکس ډېر په لوړه کچه باندې په افغانستان کې نوم درلوده. د نور رشتو نه به خلک کیک بوکس ته راتلل. نو متاسفانه چې کله استاد بشیر احمد رستمزی د کیک بوکس د راس نه لرې شو د فدراسیون د رئیسۍ نه، نو بیا دلته نور رئیسان داسې رئیسان راغله چې هغوی تنها ځان ته کار وکړو. د کیک بوکس د فدراسیون د لارې ځانو ته کیسونه واچول او لاړه خارج ته یې پناه یوړله. نو بدبختانه چې په دې لنډو پاتې کلو کې کیک بوکس ډېر رانې کته لاړه. نو هغه نوم یې چې وخته درلوده هغه نوم یې پیله نشته ده. آقای رستمزی چقدر مدت رئیس بودن؟ رستمزی، استاد رستمزی اته کاله. یعنی دوره های اول کاری ده کلش استاد بشیر احمد رستمزی پیش بود. منظورتون آقای بشیر رستمزی است که با آمدن امارات اسلامی در اول ریاست و تربیت بدنی؟ درست. خب رئیس اخیر کی بود که بجای شما بجایشون سرپرست شدین؟ رئیس اخیر فدراسیون کیک بوکسینگ که منتخب برای مردم آمده بود استاد دستگیر پنشیری که ما خود معاون فنی هم رایش کار میکدم. درست، چطور بود کارشان و فعالیت هایشان؟ اوم دمی سالای اخیر، دمی دو سه سالی اخیر دیگه اوم توانست که به سطح افغانستان دیگه چی توان و قدرتی که از وش پورا بود به ورزش کار کرد که یک دفعه مسابقات تیم ملی را گرفت و یک دفعه مسابقات منتخب کابل و دو دفعه مسابقات در ولایت هرات داشت. در طول همین سه سال فقط این چهار پنج مسابقه و دو سفر خارجی را که یکی مسابقات هرات بود و یکی خارجی. منظورتون ولایتی است یا خارجی؟ بیرون مرزی. کدام کشور؟ کشور ایران
و کشور لبنان که همی کل کشورای اسلامی دو اشتراک کرده بود همی دو سپاره کرد. درست. بعد از تحولات اخیری که در دولت آمد، در نظام آمد، چه تغییرات را شاهد بوده که یک بوکس افغانستان؟ کلا چه دولت، مخکینه دولت سقوط شد، نوع دولت در افغانستان اسلامی امارت راغه، نو پدی سره نو چه منگم دا ات میاشتی کیگی چه دری میاشتی هم دلتا دستگیر پنشیری دو میاشتی وجود درلوده، بیا بعد اغی فامیلی لار ایران تا در منگا سکرتر جنرال هم لار قطر تا نو کیک بوکس بیا سرنوشت پاتیو نو بیا در استازان و در طول و رهبری پا مشوره باندیزه سرپرست و تاکلم نو په دغه اته میاشتو کې موږ ډېر لاسته راوړنې الحمدلله لرو چې یو دفه هم د دولت د بودیجې نه په هرات ولایت کې د اته ولایتو د جنوب غرب ولایتو ترمنځ سیالۍ ترسره کړې، بعد هغې نه پکتیا ولایت کې، بیا هم په پکتیا ولایت کې، بامیانو ولایت کې، په نږدې ورځو کې له خیره موږ په خوست ولایت کې مسابقې لرو، بیا په پکتیا ولایت کې د څمکنۍ ولسوالۍ کې موږ مسابقې لرو، او د کابل د درې واړو زونونو مسابقې هم ترسره کړې دي، او د 15 ورځې بعد د ظاهر اخبار په جمعي اعظم کې کوتل خیرخانه کې موږ د اتفاق در نامه لاندې د کابل د بهترینو فایټرانو هم مسابقې په لاره لرو. چرا این همه مسابقه در دوره قبلی نبود که تنها حالا در دوره ای که امارت اسلامی روی کار آمده این همه مسابقه؟ د صدا خو در صد اداره پورې مړه لري، مخکې چې کم کارونه کېدل کنی هغه وخت کې امکانات زیات و پیسه زیاته وه، هر څه ورزشکاران ته مهیا و، خو بدبختانه چې بعضې کړۍ وینې غوښتل چې ورزشکاران کار وکړي، یا غونډو قومي سمتي ژبني دغه تعصبات زیات و، چار چا به خپل نفرو ته کار کوو. خوشبختانه چې اوس کوم رئیس د تربیت بدني و د المپیک راغلی ده، نو د ده ډېر فوکس په ورزش باندې ده، چې حتی اول خو په اول وختو کې ولایتو باندې ډېر کار وکړو، بعد هغې ولسوالیو ته یعنې اوس یې نوې هغه سره واړي چې مسابقې حتی کلي کورو بانډو ته مسابقې وغځي، او حمایه هم د تربیت بدني د خوانه کېږي. در طول همین چند وقتی که شما از موضوعات یاد کردین، چه مورد حمایت قرار گرفتن از سوی تربیت بدنی و ورزش؟ من نو چې الحمدلله کوم پیشنهاد کړی تربیت بدنی ته رد شوی نه ده، د موږ ملاتړ کړی ده، او د موږ د برنامو نه ملاتړ کړی ده، او حق یې حقدار ته سپارلی ده. شما به گونه‌ای میگین که یعنی طرفداری بر من جالب توجه بود، ببخشید که حرفو میزنم، چرا در همین برنامه و چند مهمانی که داشتم شکایت همی بود که تربیت بدنی به حرفشون گوش نمیده، اما شما بسیار راضی هستین از کار تربیت بدنی که با شما به قول خودتون حق به حقدار رسیده، چگونه هستی موضوع؟ نو در چه خپل نظر در فدراسیون به خپل مشکلات لري، نو د منګا د کی بوک شخص اند خپل رشته په نمایندګۍ تاسو هر څوک کولای شئ چې راوی غواړي د برنامې ته دندې لارې نه به خپله وغږیږي، نو چې دغه نه لس یولس میاشتو کې کوم حق حقوق د کیک بوکس او ورزشکارانو ته رسیدلي، نو زه په ډاډه ویلی شم چې په دونه کلو کې شاید د کیک بوکس ورزش ته نه کار شوی او نه حق حقوق رسیدلي. درست. حالا تا چی زمان شما باید سرپرست این شده انتخابات در راه هست؟ چگونه هست؟ نو من خود تربیت بدنی سره په جریان کې نوغوی وایي چې موږ انتخابات ترسره کوو، نو موږ هم غواړو چې زر تر زره انتخابات ترسره شي، په دې خاطر چې هر فدراسیون کې ما درته وویل د تیر نظامونه دلته ډلې ټپلې پاتې دي، هر څوک خپل نفع باندې کار کوي. شخصا زه سرپرستی کیم، نو ما سره بعضې آزاد رهبری دي چې نه غواړي د زړه نه کار وکړي، غواړي چې په هر تاریخ نه ما نام بده کی، نوم مې بد کی، یو مشکل راته جوړ کړي، په دې خاطر چې هغوی ترس یو حراس لري د موږ د کړلو نه، دغه اوس چې کوم موږ نه وي دغه څو سرپرست راغلي چې په آینده کې انتخابات کې دوی ته یعنې مشکل جوړ نه شي. احتمالا چی وخت انتخابات برگزار خواهد شد؟ دقیق معلومات نشته ده، نو سبا هم په تربیت بدنی المپیک کې د غونډو فدراسیونو عمومي جلسه ده، نو معلومات به وشي له خیره چې په څه باره کې جلسه ده او څه وخت انتخابات ترسره کیږي. خودتان هم کاندیدا هستین؟ انشاءالله. تا رقبا معرفی هست احتمالا کی ها کاندیدا؟ تر اوسه خو دقیق معلومات نشته ده، خو بله شما هستین مو، نو انشاءالله بل کوشش کنم. پلانتان در صورتی که بتانید در انتخابات شرکت بکنیم، پلانتان بر فدراسیون چیست؟ د منګه پلان خو در ورزشکار در که څوک راست راځي او د یو چیش مسولیت په غاړه اخلي د فدراسیونی که در پار برخه کی، نو دغه د منګه یګانه
پلانو یا گانا کار به مندای خپل ورزشکاران ته په داخل او د خارج په سطح باندې کار وکړو تر څو کولای شو د افغانستان بیرغ او نوم نشان په نړۍ کې وزلو. آقای هوتک، خودتان تا چه انداز در مورد خود کی پوکس میدانین که حالا به عنوان معاون فنی، چون معاونت فنی بسیار پست مهم است در یک فدراسیون، اصل محتوای یک ورزش در اختیار معاونت فدراسیون است، معاونت فنی، خودت در رشته ورزش کیک بوکس چه قدر میفهمی؟ کیک بوکس که الحمدلله مکمل معلومات لرو، مطلب دیده مربی هستین، ورزش کردین؟ د ما خپله د ورزش د مغاتیاوم کال نه، زه خپله د بشیر احمد استاد بشیر احمد رستمزي شاګرد یم چې په اتیاوم کال کې ما خپله د کیک بوکس رشته شروع کړې ده او تر اوسه فعلا هم کلبونه لرم. شما ورزشکار رشته کیک بوکس؟ بله بله، کیک بوکس. درست. مربیګریتان چطور شده؟ مربیګری کردین نکردین؟ مربیګری کورس که الحمدلله چې په څلور و اتیا خدای می دانم باید سوم اتیا اون کال و چه مامور بگری کورس که تربیت بدنی کشتره کرد که الحمدلله که سند می ترلاسه کرد. درست. فعلا با توجه به اینکه خودتون باید فنی بودین، از همه جوانه و قضیه فدراسیون می دانین، ورزش کیک بوکس در چی جایگاه است؟ فعلا در چی سطحی است؟ ما اگر احتمالا یک رویداد بیرمرزی همی لحظه برای شما پیشنهاد شود، شما با چی میار و چی سطحی در رقابت حضور پیدا میکنید؟ من خو فعلا دغه نه میاشت کیږي، من خو اصلا درې کاله مخکې ما درته ویلی چې کوم رئیس مخکې موږ درلوده هغه د ټیم ملي مسابقې په لاره واچولې، چې موږ الحمدلله دغې نه دیرش نفره چار وزن کلاس اول دوام و دریم غون دیرش فایټر کیږي، موږ خپل قهرمانان لرو چې فعلا دغه اته نه میاشت کیږي چې موږ بیرته ټیم ملي تمرین برهار لرو، نو موږ آمده یو بیرون مرزي مسابقو ته، د موږ فایټران آمده دي، من کولای شو چې په ښه رویه باندې په خارجي مسابقو کې اشتراک وکړو. در طول همین چند ماه گفتین؟ 11 ماه میشه دیگه. 11 ماه از تغییر دولت میشه، خو 8 ماه میشه که من سرپرست هستم. در مدت 8 ماه چه برنامه و طرحهایی ریختین و به عمل پیاده کردین که ورزشکار از مستفید شده باشه؟ بدون مسابقات موضوعات دیگر هم در کنارش بوده؟ بدون مسابقات دیگه تو امی جلسه درباره پیشرفت و کارکرده ورزش کردیم و دیگه تو فعالیت عمومی در اصلا نداریم. درست. از نگاه داوری فعلا کیک بوکس ما در چه سطحی است؟ الحمدلله داوری خوبی داریم که به سطح آسیا هم داوری کده و فعلا هم ما دامی تلاش هستیم که یک پیشنهاد به تربیت بدنی کنیم که یک کورس داوری به خاطر مسابقات منتخب و تیم ملی دایر کنیم که تا داورای خوبی را به دست بیارم که مسابقات ما خوب سپری شو. بسیار تشکر عبدالرقیب عظیمی هوتک، سرپرست فدراسیون کیک بوکسینگ. تشکر، زنده باشی. تشکر از شما هم که ما را دارید. بعد از وقفه برمیگردیم، همچنان از فدراسیون کیک بوکسینگ افغانستان باز هم مهمان داریم که صحبت هایشان خواهد شنیدیم. وقفه. ادامه برنامه یا دنیای ورزش را تماشاگر هستین. فعلا در استودیو با ما فایزی رامکی، سرپرست معاونت فنی فدراسیون کیک بوکسینگ افغانستان، همراه با وحید احمد احمدی ملی پوش کیک بوکسینگ افغانستان که باز هم روی ادامه فعالیت ها و کارهای فدراسیون صحبت میکنیم، همچنان روی کارها و فعالیت های شخصی آقای احمدی. بسیار مهمانان از خوش آمدین. آقای رامکی سلام، وقت بخیر. سلام خدمت شما، سلام خدمت تمام بینندگان تلویزیون آریانا. بسیار خدمت، خوش آمدین آقای احمدی، سلام، وقت بخیر. سلام علیکم، وحید احمد هستم، قهرمان تیم ملی افغانستان. تبریک باشه. این همه دستاورد اینها داخلی است یا همه بیرونی است؟ بیرونی هم داره. کلش داخلی است، از اون تیم ملی، از بوکس، از کیک بوکس، کنفوز. درست. آقای رامکی، ما قبل از وقفه از آقای اوتک در مورد توانمندی ها و سطح فنی ورزشکاران ما پرسیدیم که در چه حدی هستیم. ببینید، ما از خیلی از ورزش هاست که از نگاه رده‌بندی تیمی و از نگاه رده‌بندی فردی بازیکن ها و تیم ها را رده‌بندی میکنه که کشورهای مثل افغانستان، مثلا فوتبال میگم افغانستان در کدام رده است، بازیکنش در کدام رده است، لیول بندی میشه. فعلا ما در چه حد اندازه هستیم؟ بازیکنان ما در چه حد اندازه است؟ بوکسران ما فعلا بازیکن های خوبی دارن در فدراسیون ملی کیک بوکسینگ که در ردش گفتن هم میتونن که فعلا مسئله تیکواندوری نیست که رده بندی باشه، ولی فایترهای خوب داره و شمول نژند قهرمان کیک بوکس است، استاد روح‌الله محمدی است و دیگه بچه هست مثل استاد وحید و
فایترهای خوب داره در فدراسیون کیک باکس داریم. نژند منظورش ما واحدلا نژند میدونه کار نژند اصلا رشته کیک باکسینگ کار بله بله همش کیک باکسینگ کار میکنه. اینا بچهای تیم ملی کیک باکسینگ هستن، اینا میخوان که در کیک باکسینگ بیشتر فعالیت کنن و کیک باکسینگ رشد بدن و فعلا در هر رشته یا میتونن مسابقه کنن از برکت این کیک باکسینگ. در چند سالی که گذشت چرا فعالیت های آنگونه که باید شاید می بود از فدراسیون ندیدیم از کیک باکسینگ؟ واقعیتش به خاطر از این ندیدیم که همه روی مسابقات مبارزات آزاد رفت، دولت ما بازخواست نبود که باید که کیک باکسر در رشته خود کار کنه، ام‌ام‌ای کار در رشته ام‌ام‌ای خود کار کنه. اما دیدیم که مسابقات کیک باکس نمیشه، اینا رجوع آوردن به رشته های دیگه مثل فری فایت ام‌ام‌ای اینا. این بچه های کیک باکس دمی میادین خارجی که میرن حالا فعلا ام‌ام‌ای و رشته های دیگه کلا از کیک باکس میباشه، اینجا نتوانستن که مسابقات کیک باکس برگزار کنن صحیح خارجی و داخلی. نگه با اون لحاظ نشد مسابقات که بچه ها فعلا در ام‌ام‌ای رو آوردن. درست. خب من همه دلیل شبیه بود که شما چقدر مدت میشه که معاونت فنی رو به عهده گرفتید؟ من مدت 4 ماه میشه معاونت فنی رو به عهده گرفتم. پیش از این در کدام پست بودیم؟ پیش از این مسئول آزمون مربیا بودم. آزمون مربیان. در طول همین چند سالی که بودین چند سال میشه که شما در فدراسیون رسما فعالیت دارین؟ مدت از سال 1383 به این سمت کیک باکسینگ فعالیت دارم. نزدیک بعد 18 سال میشه. 18 سال میشه که در این فدراسیون مدت 18 سال خدمتگزاری کردیم. داوری درجه ای فدراسیون هم میباشم و رئیس انجمن کیک باکسینگ فایزی هم میباشم. موقف های ما ترینر جوانان بدیم، مسئول آزمون بدیم و تا فعلا هم فعالیت های خود انجام دارم. از نبود فعالیت های خود فدراسیون انتقاد هم کردین؟ والا دیگه چی بگم فعلا دیگه انتقاد هست. آقای احمدی چند سال میشه که ورزش کیک باکس دوبال میکنه؟ 15 سال میشه ورزش کیک باکس پیش میبینم. 15 سال میشه. چند سال هستین؟ سنم 32. 32 تقریبا کم کم مساوی شده برام در رئیسم. میگن از مردا ماشون نپرسین، از خانم ماشون نشانه، ولی ماشون مردا رو میپرسین. مردا کس که قول داد میگه در طول همین 15 سال در کدام رده های سینی فایت کردی و در کدام رده سینی چی دستاورد داشتی؟ دستاورد از کنفو داشتم، خدمت تیم ملی در کنفو بودم، در بوکس هم همچنان دیگه دستاورد داشتم که مدالش پیش من. تقریبا 9 سال میشه که خدمت تیم ملی کیک بوکس هستم دیگه. با پیش روی هم مسابقه داشتیم، ما در کراچی بود مسابقه، کیوان بود مسابقه، در اوجه مسابقه داشتیم. در کیوان با کیک بوکسینگ تفاوت نداره؟ فرقش اگه نیست که پروفشنال هستی دیگه یک زونو زیاد داره. در کیک بوکس که هست دیگه کلا پوشیده میشه همراه زون پایبند دیگه. با کیوان که هست دیگه زونو مشتی ها کلش آزاد هست. شکل فری فایت داره. شکل فری فایت داره. قوانین خاص خود داره. اجانب. در مسابقه نتیجه تون؟ در مسابقه دیگه نتیجه دیگه مساوی هم اعلان نشده. بنا فضو اعلان کردم به خاطر که من وزن 68 کیلو فایت میکردم. به خاطر کجا در کراچی رفتیم بسیار هوا گرم بود. دیگه وزن ما 63 کیلو شد. تعریف ما که بود دیگه وزن از 77 کیلو بود. 13 کیلو من بالا فایت کردم. اگه نیم رئیس سازمانم که بود بیادر خودم کوکایم هم عریفم بوده. دیگه مسابقه او یکم ورده که عریف وزن شام زیاد بود، ریکارد شام از من کده بالاتر بود، بهترین فایت هم کردم، خدا پاکستان بهترین فایتر شناخته شدم. 13 کیلو فایت بسیار مشکل است که کس فایت کنه. ریکارد من فکر کرد که کیوان یک بود، از او 18 ریکارد داشت کیوان مسابقه کنه. درست، شما بدون تجربه در میدان رفته بود. اجانو درست. تو مسابقه آماتور بود، تیم ملی فایت کرده بودیم آماتور، که با این پروفشنال که بود بار اول بود از من ریکارد. درست. در مدت چند سالی که کار کردین، این همه 15 سال، برای شما چی امکانات از سوی فدراسیون فراهم شده؟ حالا دیگه تو امکانات صحیح نبوده. درست. فعلا در چه حدی است؟ حالا کمر خوبتر از امکانات دیگه، از ورزش کمر خوبتر است. تشویق میکنم بچه‌ها را. اون پیش رویم که از دیگه رئیس صاحب دیگه استاد رقیب بود، خیلی دیگه تشویق میکنم بچه‌های تیم ملی را. معاون فنی صاحب دم تمرین های تیم تشویق میکنه بچه ها. پیشوری مسابقه داشتم و یکم را امکانات از همی فدراسیون بود که پیسه نبود که بچه ها را سفر روان کنن، مشکلات همی یکم را بود. درست. آقای میخواستم نقطه ای بیایم که آقای احمدی زودتر شروع کرده از من.
یک مشکلی که در فدراسیون های ماست، گرچه این مسئولیت شاید به عهده شما نباشه، مسئولیت بخش مالی است، اما یک چیزی که ما در فدراسیون ها متاسفانه نمیبینیم بنیاد مالی است که مستحکم باشه. بله. که متاسفانه در همین چند سال که تا می لحظه هست ما پاسخ قانع کننده ای از فدراسیون ها نگرفتیم که فدراسیون های ما برابر یک بودجه خودشان زمینه سازی کنن، خودشان لابی کنن، خودشان برند سهم بگیرن، فعالیت بکنن و پول از هر سویی که میتونن پیدا بکنن تا در اختیار ورزشکار فدراسیون خود بگذارن، که حداقل اگر ریاست تربیت بدنی و ورزش کمک نمیکنه خودشان یک بودجه داشته باشن پیش برن. شما در راستای بخش مالی چه کار کردین؟ در طول چند سال چی دیدین شما؟ و حالا که خودتان مسمت معاونت فنی رو دارین، واقعیتش تا فعلا ما چیزی ندیدیم که از لحاظ مالی به ما کمک شوه و همین بچه‌ها از جیب شخصی خود پول مصرف کردن، به این میادین رفتن، مثل استاد وحید خودش از پول شخصی رفته یه مسابقات مسابقه کرده، اما قد تشویق شدن و کس مالی یا را تشویق نکردن. تا امیل حساس کسی صدا بلند کرده در این مورد؟ واقعیتش از این دولت پیشتر صدا زیاد بلند شد، ولی کسی نبوده دلسوزی کرده باشه که عقب اقدار بتن و ورزشکار حمایت کنن. دیگه به مولا هست که یک بوکس فعلا مسابقات زیاد است، در چندین مملکت های جهان هم مساله برگزار میشه و کسی نیست که دلسوزی کنه که پول اینا را درست به دستشان بته و یاد مسابقات اشتراک کنن. فعلا کدام مسابقات در پیش داریم که ورزشکارای میبرن؟ همین فعلا مسابقات ما پیش رو داشتیم ترکیه و مسابقات ما کنسل شد به خاطر از اینکه کسای بچه ها بودن ضمانت نمیدادن و به حساب تضمین و چیزا که برند مسابقات و به مون لازم مسابقات ما لغو شد. ضمانت برگشتی منظور برگشتی؟ بله بله. بیتواری هم از خود حد داره. خب منظور مسابقات کشورهای اسلامی است که در ترکیه برگزار میشه، در شهر قونیه و در ماه آگست برگزار میشه. خیلی از ورزشکاران ما قرار است حضور پیدا کنه، حتی من یک خبرها رو در برنامه گفتم احتمال زیاد میره که از ورزش بانوان هم ورزشکار داشته باشیم. ای که قطعی است یا نه من میگذارم، ولی به احتمال خیلی فراوان میره که ورزشکار داشته باشیم در یک از رشته های ورزشی، البته یک دور رشته ورزشی. چند ورزشکار انتخاب کرده بودین برای رویداد کشورهای اسلامی؟ ما پیشنهاد ما خو تقریبا 20 نفر بود در این مسابقات. دیگه منظوری کم شده بود، ولی ازش 5 6 نفر منظور شده بود که این 5 6 فایتر اشتراک کنن، که یک دو رئیس و هیئت دیگه 8 ورزشکار هیئت میشدن جمله. حالا شما این 8 نفر میرن یا نه؟ تا فعلا معلوم نیست به خاطر از اینکه کسی آماده نشد. از خاطر ضمانت؟ بله بله. خب حالا نمیدانم بپرسم چی بگویم، یعنی ورزشکار چی کار کنه؟ خب شما تلاشتون به چی نتیجه رسیده؟ تلاشم به این نتیجه رسیده که فعلا ببینیم که چی میشه، کوشش خدا داریم که بچه ها حضورشان. بعد از این کدام مسابقه دیگر هم در پیش هست؟ مسابقات بله ها، چند وقت بعد اگه مسابقات در پاکستان داریم بخیر. او چه رویداد است؟ او رویداد مسابقاتی است که مسابقات بین چند مملکت است، در پاکستان برگزار میشه. مسابقات جنوب آسیا کنید؟ جنوب آسیا است. بله درست. درست. آقای احمدی با این همه وضعیت میخواید چیکار کنید؟ خب تانم عضویت همین چند نفر داشتین یا نه؟ خودم آموز به همین 8 نفر بودم پیشونی که مسابقات ترکیه بود. تمرین ما بسیار ثقیل بود، ترینرهای عزیز سر ما زحمت زیاف میکشید. دیگه بختانه دیگه یک فدراسیون دیگه اقتصاد یک امر پایین بود، ورزشکاران نتونستن که برن. او به او خاطرم پیشتر که یادآور شده که چطور قهرمان ها ایجا البته میگروزن از خاطر سفر، به خاطر این فدراسیون زیافترش از این طریق المپیک مسابقه کردن رفتن دیگه نامدن، و از این خاطر فدراسیون هم ورزشکار ها گفتن باید زمانت بده، زمانت بده باید با سفر برن. خب خودت چی ضمانت میگذارید احتماله؟ برای ما که سفر باش ضمانت نال چی رو بتیم؟ ورزشکار چی داره؟ ورزشکار پیسه نختام نداره که پیسه نختوانه. یک خانه کدام خانه رو ضمانت دیتی؟ باید یک خانه شخصی داشته باشی که یک 20,000 یا 15,000 دلار ضمانت بدی که بری سفر. اما فعلا فکر میکنی چی خواهد شد؟ دیگه ببینیم توکل به خدا چی شده. تمرین ما ادامه دار دیگه، انشاءالله بینیم هر چی خیر باشه. درست. تصمیم تربیت بدنی در این مورد چی بوده تا حال؟ تصمیم تربیت بدنی تا فعلا تصمیم خاص نگرفتن که ما را گفته باشه که مثلا شما چی میکنین چی نمیکنین.
به منتظر امی هستم که باش چی میشه بخیر این بچه ها کدام تضمین دارن یا مثلا بودیجه در المپیک هست نیست که ما را به این مسابقات بخیر اشتراک کنیم بخیر. خب حالا همین وضعیت فرار هم به قول آقای احمدی میگم که صادقانه ورزشکار چیزی هم نداره که ضمانت بونه، از اون طرف اعتماد هم وجود نداره چون خیلی از ورزشکاران به قول شما رفتن، حتی رؤسای فدراسیون ها رفتن، از ورزشکار تنها گله نیست، رؤسای فدراسیون هم رفتن، مثل یکی که از هر کسی پول گرفت، مگر اشاره میکنم شما شاید بشناسن، هر کسی پول گرفت رفت به یک از کشورهای اروپایی، زمانی که ورزشکار رها کرد خودش رفت جرمنی، ورزشکاران هم گیر مانده بود تا دیر وقتی، کسی نبود ضمانت کنه که ورزشکار آزاد شد. نه. او وضعیت هم هست. حالا در میان همین دو گیر ماندین، میخواد چیکار کنین اگر نشه؟ اگر نشه منتظر میباشه، مجبور هستیم چی کنیم؟ این ورزش خود ادامه بدن تا که یک روشنایی شه بخیر. تصمیم داریم که با فدراسیون نشست کنیم بریم به سراغ تربیت بدنی که یک بررسی دهیم مورد چه تا بتون شما امیدواری ایجاد بکنین که برگردیم. فردا بخیر یک جلسه داریم با تربیت بدنی، با تربیت بدنی ان شاء الله وضعیت آور میشین گوش چی میشه بخیر. درست، ان شاء الله با امیدی که ما شما را در رویداد کشورهای اسلامی داشته باشیم ورزشکارای ما را و در رویداد نتیجه بیارن، حداقل حضور را پیدا کنیم، با وضعیت همین فعلی هم بسیار گپ بزرگی است. تشکر آقای فیضی رامکی سرپرست معاونت فنی و آقای احمدی میری پشت ورزش کیک بوکسینگ افغانستان و فکر زدتان بخند. شما اگر این برنامه را حالا از دست دادیم میتونید در صفحه یوتیوب آریان اسپورت هم پیدا بکنید و یا هم امشب ساعت 11:30 از آریانا، آریانا نیوز، آریانا اروپا، رادیوهای ما همچنان ببینید و بشنوید و سبا ساعت 7:30 بامداد هم نشر میشه. وقتتان خوش.